سلام بچه ها، چطورید؟ شب و روزتون خوش. امروز برگشتیم با عصای سهرامیز. حالا عصای سهرامیز چی کار میکنه؟ الان امروز با امید جان میخواییم بهتون بگیم کاربرد این عصا چیه و کلن به چه دردی میخوره. نه یا اونا نیست که مثلا بندازی مارچه اجدا بشه، نه، این از اون خیلی بهتر و کاربردی تره. ما الان این چوب آوردیم که شما ببینید ما دقیقا چجوری میزنیم، شکلش به شما بگیم. بعد از اون توی تمرین با میله هالتر میزنید، حدودا 15 تا 18 کیلوه. اونجوری توان ضربات و قدرت ضربات و تعادل ضربات، یعنی تعادل بدنی تو رو میبره بالا. حرکت اولی که انجام میدیم، امید جان نشونه بچه ها بده. ببینید، دست رو باز میکنیم، میذاریم داخل آرنج، دست ها رو اینجوری روش میگیریم. واسه انجام یه حرکت از پایین ما ضربه میزنیم. بچه اگه با وزنه کار نکنید، کلن تمرین بدنسازی نداشته باشید، بدنسازی رزمی و تمرینات قدرتی، ضرباتتون هیچ جونی نداره. اگه به رقیب بخوره، رقیب فکر میکنه که لکش دادید. ولی ما با این تمرینات و پلیلیستی که واسهتون اوکی کردیم، تمامی قسمت‌های بدن رو درگیر میکنیم، به تمامی بدن ما قدرت میدیم، توان میدیم، تعادل میدیم. حرکت اول امید یاد نشونه بچه‌ها بده. سر گارد میستیم، دست اونجوری، یک، برو، دو. دیدی چی کار داره میکنه؟ از پایین ضربه میزنه. ما باید بدونیم بدن از کجا و چه شکل باید تکون بخوره که ضربه درست و قشنگ وارد بشه. بعضی آپرکات اینجوری میزنن، اینجوری میزنن هوگاشونو، این تأثیری نداره. الان از امید میخوام که نشون شما بده که حرکت چجوری میاد. بچه نشون بده، امید برو بدن نگاه کنید، ضربات داره با کت و لگن وارد میشه. چند بار چپ و راست بزن امید جان. یک، دو، یک، دو. این تا این قسمتش. حالا از امید میخوام که اینو بزن نگه داره، انگار داره پارو میزنه. امید اونجوری برای بچه ها نشون بده. اون ضربات تک بود، ضربه میزد برمیگشت. الان ضربات حالت پارویه، یعنی رفت و برگشت. چند تا آپرکات پای سر هم دیگه میزنیم. نشون بده، یک، دو، یک، دو. گردش بدن رو بچه ها نگاه کنید. امید همینجور ادامه بده. ببینید کت، لگن، پا چجوری داره تکون میخوره. عالیه این تا این قسمت. ولی برای تمرین اصلی دیگه با چوب نزنید، چون 10,000 تا بزنید هیچ تأثیری نداره، به هیچ کارتون نمیاد. بهترین حالت اینه که یک هالتر سنگین بردارید و با اون انجام بدید. حرکت بعدی، حالا من خودم وقتا وای میسم پشت صحنه، بعدا براتون ویدیوش میذارم. چوب خورد کله من. امید نگه داشته، با گردش بدن ضربات هوگو میاد. میخوام نشون بده که بدن یک پارچه میتابه. سر گارد وای میسه، راست و چپ. حالا اول تک میزنه برمیگرده، بعد دوتایی با هم دیگه میزنه. امید نشون بده، یک، دو. آها، یک، دو. حالا اوکی امید جان، ببینید بدن میتابه، کتف مخالف برمیگرده عقب. هزار بار بهتون گفتم بچه ها، سرعت دستی که قرار پرتاب بشه بستگی داره به کتفی که قرار برگرده عقب. امید نشون بده، دیدید کتف برگشت عقب. چون اگه بر نگرده، یک، نه سرعت میگیره نه قدرت میگیره. حالا دیگه بدن لگن و پاشنه پارم باش میتابونه. چند بار دیگه امید نشون بده، چپ راست، یک، دو، یک، دو. بچه ها اینم دوتا تمرین با عصای سهرامیز. دیدید چجوری بدن رو کلن تکون داد؟ یک پارچگی بدن ما با این چجوری اوکی کردیم. حالا ما با هالتر انجام میدیم که قدرت ضربات بره بالا. چندین بار گفتم 3 تا 3 تا 10 تایی 20 تایی 30 تایی نزنید، برای خودتون تایم بذارید، 3 دقیقه تا 5 دقیقه حرکات رو انجام بدید. چنان فشاری به سرشونا میاره و همچنین دستاتون، چون یک وزنه حدودا 20 کیلویی نگه داشته. میتونید صفحه هم کنارش بذارید، چپ و راست وزنه با اون انجام بدید. یه خورده سخته، ولی بعد از یه مدتی قدرت ضرباتتون بیش از حد میره بالا و مخصوصا توانش. تا یه ویدیو دیگه با عصای سرامیز، خدا نگهدار.